لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. رحمك الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم رحمة الله. وقد قال الله في كتابه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أمیدوارم خدای بزرگ ما را با حسین ابن علی و راه آرمانش آشنا فرماید، صلوات عنایت فرمایید. برادران، خواهران، قبل از آن که با موضوع اربعین بپردازم، از دعای توسل شما لذت بردم و لازم دیدم یک توضیحی در این رابطه خدمت شما داشته باشم. برای هم که احساس میکنم در رابطه با دعا و توسل ما دچار یک اشتباه هستیم و لااقل احساس من این گونه هست، خواستم توضیح مختصری خدمت خواهران و برادران داده باشم و شاید این قضیه روشنگر این مسئله هم باشد که دعاهای ما چرا به اجابت زیاد نمیرسد. دعای توسل شما از اول تا و آخرش از پیغمبر اکرم و ائمه بزرگوار زهرای مرضیه فقط یک چیز میخواهید و آن که شفیع شما شود و نزد خدا شفاعت کند. یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله. دقت میکنید که عده‌ای از علمای بزرگوار هم در محفل حضور دارم، ولی خب همواره قرعه فال باید به نام دیوانه زده شود و ما حدودی 30 سال است که با عالم طلبگی و درس و تحصیل فاصله دارم. بنابراین صحبت هایی که می کنم خیلی جمع و جور و شسترفته نیست، ولی امیدوارم حامل یک سلسله حقایق و معارف خدمت برادران و خواهران باشم. کلمه شفاعت، کلمه شفع و کلمه شفعه، همه اینها دارای ماده مشترک و معنای مشترک دارد. شفع شما نماز شب میخوانید انشاءالله، بعد از نافله شب نماز شفع است و بعد از شفع وقت است. شفع
یعنی جفت دو رکعت نماز میخوانی نماز شب بعد از نافله شب وتر طاق یک رکعت نماز میخوانی. بنابراین شب به معنای جفت است و شفعه هم اگر من فراموش نکرده باشم در مباحث فقهی بیشتر به همسایه گفته میشه، اون یکی در کنار آدم است، در زمینش در کنار زمین آدم است، خانهش در کنار خانه آدم است، تجارتش در کنار تجارت آدم است و نفسی در کنار هم بودن حقی را ایجاب میکند، حقی را ایجاب میکند که بر انسان لازم میگردد تا حق شفعه را و حق تقدم او را رعایت کند. بنابراین معنای شفاعت این خواهد شد که ما با توسل، با دعا، با طهارت، با پاکی، با دنبال روی و امتثال از پاکان و بزرگان و اولیاء الله خود را به اونها نزدیک کنیم، به گونه ای که در کنار اونها باشیم، گویا قرین اونها شوید و همراه اونها شوید و نزدیک به اونها قرار بگیریم تا بر ما گفته شود شفع و حق شفعه پیدا کنیم و بنابراین شفاعت نصیب ما شود. ببینید دعا و توسلات همین کلماتی که شما میگویید، این کلمات اکسیر نیست که فقط همین کلمات مشکل کشا باشد و حلال مشکل. کسی آمد در مسجد نماز خواند، علی ابن ابی طالب شاهد است، نماز خواند، بعد از نماز دست بلند کرد، خدایا برایم این بدی، آن بدی، این بدی، آن بدی، یک لیست بلند بالای رو مطرح کرد و از مسجد خارج شد. علی ابن ابی طالب فرمود متاع خیلی ناچیز آورد و تقاضای خیلی بلند داشت. دعا یا توسل همین که بگوییم یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، فقط نفس همین جمله مشکل کشا نیست، نفس این جمله حلال مشکل نیست. این کلمات و این حروف اینها خاصیت نجات بخشی رو فقط به خودی خود ندارد. دعا یا توسل یا شفاعت طلبی بار معنایی و مفهومی دیگر دارد و آن این که ما با این کلمات، با این عذر و الهاها، با این ناله ها، با این توجهات بتوانیم فاصله بین خود و خدا و اولیای خدا رو کم کنیم. به هر میزانی که فاصله رو طی می‌کنیم و با اونها نزدیک می‌شویم به همون اندازه سخن ما شنیده خواهد شد. وقت بین ما و ائمه هیچ رابطه‌ای وجود ندارد، شفاعتی وجود ندارد. من الذی یشفع عنده الا بإذنه، بدون اذن خدا پیغمبرش هم شفاعت کسی رو نمیتواند، پارتی بازی نیست اونجا. ولی وقتی تو آمدی همون صدقه، همون رنگ رو گرفتی و در مسیر قرار گرفتی و
قرب پیدا کردی و به اونها نزدیک شدی، وضعیتت وضعیت اونها شد، اون گاه هست که هم اونها شفاعت تو را خواهد کرد برای آنکه تو دیگر حق اونجا پیدا کردی و هم خدا اذن چنین شفاعت رو خواهد داد و نفس تقرب شفاعت آور است، نفس نزدیکی شفاعت آور است. وقتی بین ما و اونها هیچ پیوند نباشد، توسل وجود ندارد، دعا وجود ندارد، بنابراین شفاعت وجود ندارد. برادران، خواهران، توجه کنید که در دعاها و توسلات از الفاظ عبور کنید، از کلمات عبور کنید، از این وضعیت ظاهری عبور کنید، از این دروازه ها خود را به خانه وارد کنید که اونجا حضور رسول الله است، اونجا حضور اولیاء الله است، اونجا حضور فاطمه زهرا است. وقتی در محضر اونها خود رو قرار دادی، اون محضر محضر رحمت است، اون محضر محضر سعادت است، اون محضر محضر رستگاری است. خواهی نخواهی امواج رحمت و سعادت و نجات و خوشبختی و فلاح و رستگاری تو را هم خواهد گرفت، و الا با این جملات صرف ما به جایی نمی رسیم. در کل در دعا، در بدست آوردن شفاعت اولیاء الله، دو مسئله نقش اساسی دارد: یک، تقرب، دو، انقطاع. تقرب یعنی اینکه کوشش کنی و اونها خود رو نزدیک کنی. نزدیک کردن با اونها مانند اونها شدن است. علی ابن ابی طالب فرموده شما مانند من نمیشوید، نمیتوانید مثل علی عمل کنید، ولیکن کاری کنید که در راه علی باشید. رنگ زندگی علی در زندگی شما پیدا شد، اونگاه شما علی گونه میشوید، در محضر علی هستید، در چوکات زندگی علی ابن ابی طالب یا پیغمبر یا در چوکات قرب الهی قرار میگیرید. وانگهی قرب و تنهایی هم کافی نیست، انقطاع هم باید باشد، یعنی از ما سوى الله قطع انتظار و همه انتظارات را به خدای جهان و آفریدگار جهان بستن. اونگاه هست که این رابطه برقرار می شود، حاجات برآورده می شود، دعا به هدف می رسد. در دعای مناجات شعبانیه حتما خونده اید که علی ابن ابی طالب با اون مقامی که دارد فریاد می زند: الهی حبلی کمال انقطاع الهی، کمال انقطاع رو برای من عنایت کن که جز از تو از هیچ کسی نخواهم و جز از تو از هیچ کس انتظار نداشته باشم و جز بارگاه الهی تو عرض حاجت و نیاز به هیچ دروازه‌ای نبرم. اینجاست که دستگیری خواهد شد. به هر صورت چون دعای شما زیبا بود، با حال بود و او فریاد یا وجیهن عند الله شما به شدت مرا تحت تأثیر بود، این توضیح رو هم دادم تا در شبهای چهارشنبه بعدی انشاءالله با حال و هوای بهتر دعا کنید و هر وقت هم حال داشتید، من بنده محتاج و غریب الهیم، از طرف من هم شما دعا کنید تا دست مراحل الهی دستم را بگیرد. به هر صورت مطلبی بود خواستم خدمت برادران و خواهران به عرض برسانم. در میگردم به اربعین امام حسین. دقت کنید، ما در روایات مذهبی خود دو مسئله را بسیار به شکل روشن داریم: یکی، از پیغمبر تا بقیه ائمه، همه و همه اینها
در رابطه با امام حسین، تجلیل از حسین، یاد حسین، زنده نگه داشتن خاطره عاشورا و کربلای حسین متصل تأکید شده و همیشه روی این قضیه اصرار صورت گرفته که پیروان اهل بیت یا مسلمانان حسین رو یک لحظه فراموش نکنید. ما این تأکید رو در هیچ مورد دیگر نداریم، در رابطه با هیچ یک ائمه ما این تأکید رو نداریم. این که عاشورا همیشه تجلیل می شود، این که در همه محافل باید از حسین ابن علی یاد شود، اینها تأکیدات فراوانی بوده که از طرف پیشوایان دینی صورت گرفتن و در تاریخ سرگذشت مسلمین مخصوصا شیعیان این قضیه چنان جا افتاده که هر قدر دشمنان حسین، دشمنان دین، دشمنان مذهب تلاش کنند با هر استدلالی و با هر وسیله به میدان بیاید، هیچ گونه تأثیر ایجاد کرده نمیتواند. هر کجا مردم مسلمان یا شیعیان تجمع کردن با ذکر حسین قضیه رو تزیین میدن، هر قدر در طی سال فاصله بگیرن در عاشورا باز میاین بیرق امام حسین رو بلند میکنن. گناهکارن حسین رو فراموش نمی کنن، ممکنه بد باشن حسین رو فراموش نمی کنن. همی که شیعه بودن به نام و مسلمان بودن حسین ابن علی را فراموش نمی کنن. این بر اساس تأکیدی است که در روایات دینی از طرف پیغمبر و سایر ائمه دین تأکید فراوان شده. مسئله دوم مسئله اربعین امام حسین است که ما امشب به نام اربعین امام حسین جمع شده ایم. امیدوارم امروز زیارت اربعین رو انجام داده باشیم. اونایی که در کربلای اونای اونجا و کسانی که در کربلا نیستن هر جایی که هستن میتوانن زیارت اربعین بخوانن و با حسین ابن علی ایجاد رابطه کنن. اگر امروز نخوانده اید از اینجا که برگشتید حتما زیارتنامه اربعین رو بخوانید. خیلی مفصل نیست، 5-10 دقیقه بیشتر وقت شما رو نمیگیرد، مخصوصا اگر در رابطه با مفاهیم این زیارتنامه یک مقداری توجه و عنایت مبذول کنید. به هر صورت ما هم در روایات مذهبی تأکید فراوان داریم که حسین رو یک لحظه فراموش نکنیم، همیشه به یاد امام حسین باشیم. و هم در رابطه با اربعین امام حسین اکیداً تأکید شده که باید زیارت اربعین انجام بگیرد تا جایی که ممکن و میسر است، تا جایی که امام حسن عسکری مسئله زیارت اربعین را از علایم ایمان به حساب آورده. حال سوال اینجاست، امام حسین از بقیه ائمه شرافت و فضیلتش بیشتر است؟ بقیه در برابر امام حسین کوچک است؟ حتی پدرش علی از امام حسین کوچکتر است؟ حتی در برابر رسول الله امام حسین عظمت بالاتر دارد؟ یا قضیه چیز دیگر و راز دیگر در قضیه است؟ ما اگر به این مسئله توجه نکنیم ممکن است عاشوراهای ما بی نتیجه از دست ما برود. ممکن است اربعین را ظاهراً تجلیل کرده باشیم اما تجلیل واقعی اربعین را زایی کرده باشیم و به آن دست نیافته باشیم. این مسئله مسئله بسیار قابل توجه است و به نظر من در میگردد مسئله به همون جمله بسیار کوتاه که در ضمن یکی از خطبه های خود حضرت حسین ابن علی علیه السلام می فرماید ولکن فی
اسوه. من برای شما اسوه و نمونه هم. من برای شما مدل هستم. در زندگی باید به من اقتدا کنید. باید من چراغ راه شما باشم و زندگی شما با من توجیه و توضیح و تفسیر و روبرا شود. وانگهی ما در قرآن آیاتی داریم که میخواهم توجه شما را به اونها جلب بکنم تا اینجا را بتوانم درست توضیح بدم خدمت شما خواهران و برادران عزیز و بزرگوارم. در قرآن خدا می فرماید محمد رسول الله. پیغمبر رسول خداست. خب وقتی رسول خداست به ما کجایش ارتباط می گیرد؟ ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیغمبران خود رو فرستادیم. ای که رسول منه، ای آدم این کاره است. ما اینها رو فرستادیم، کتاب فرستادیم، دلایل واضح با اینها فرستادیم. ليقوم الناس بالقسط، تا مردم عدالت رو در زندگی خود تطبیق کند و زندگی عادلانه در بین مردم ایجاد شود. ببینید حتی در این آیه خدا نمیگوید که پیغمبر رو فرستادیم تا شما رو با من فقط آشنا کنه، اما اکیداً میفرماید من اینها رو فرستادم تا مردم زندگی خود را با اصول عدالت و اساسات عدالت استوار کنند. و در آیه دیگر می فرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بهترین نمونه، بهترین مدل، بهترین مدلی که باید به او اقتدا کنید و از او پیروی کنید رسول الله است. رسول الله بهترین مدل است برای پیروی کردن، برای آن که زندگی را بر اساس زندگی او درست کنید و او را الهام بخش تصامیم و اراده زندگی بسازید. دقت میکنید؟ من در یکی از صحبت‌هایم کجا بود گفتم که پیغمبر پیام‌آور مرگ نیست. او نیامده تا بگوید چطور فقط بمیرید. او پیام‌آور زندگی است. آمده تا راه درست زندگی کردن، خوب زندگی کردن، سربلند زندگی کردن و سرفراز زندگی کردن رو برای مردم بیاموزد. وقتی انسانی درست زندگی میکند درست میمیرد، درست در صحنه قیامت یا در روز معاد حاضر میشود. وقتی زندگی خراب شد مرگ خراب است و زندگی پس از مرگ خراب است. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر برای شما بهترین مدل و بهترین نمونه است. بیایید و به پیغمبر اقتدا کنید، مانند او زندگی کنید، اخلاق او را دنبال کنید، منش او را دنبال کنید، توصیه های او را دنبال کنید، کارهای نیکی که او کرده این کارها را دنبال بکنید. و لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این پیغمبر مدل زندگی برای شماست. اما تأسف قضیه اینجاست که ما نسبت به پیشوایان دین، پیغمبران الهی و امامان که امامت اسلامی و دینی نسبت به مردم دارن، نسبت به اینها یک برخورد گنگ و مبهم و توجیه ناشده و تبیین ناشده داریم. خب اصول دین پنج است. اول توحید، خدا یک و یگانه است بدون هیچ توضیح.
دوم عدل خدا عادل است. عدل چیه؟ خدا چطور عادله؟ سیوم نبوت پیغمبران هست. پیغمبر چه رسالت دارد؟ ما در برابر اونها چه وظیفه داریم؟ امامت امامانی هستند. این امامان وظیفهشان تبیین نشده و وظیفه ما هم در برابر اونها تبیین نشده. ما میرویم و میمیریم. از معاد هم فقط یک تصویر در ذهن ماست که جهنم است و آتش است و عذاب است و قهر است و خشم است. خدا را تبدیل به یک موجود خشن و بی‌رحم می‌سازیم که همه جا را آتش قهرش گرفته، همه بد است، همه گناهکار است، همه در آتش جهنم می‌سوزد. فقط یک سوراخ تن می‌گذاریم و او هم شفاعت، شفاعتی که ما از اون هم هیچ برآورد نداریم، فقط متوسل شدیم به اولیاء الله، اونا ما را از هم یک سوراخ به نام شفاعت نجات می‌دهد. و این نشد. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر برای شما مدل است و به این مدل اقتدا کنید. اقتدا به مدل زمانی است که او رو بشناسی. یکی مدلش نمیدانم، در بین خواننده ها مایکل جکسون است. ببینیم مانند او میخواهد حرکات انجام دهد و صدایش رو مانند او به قول نمیدانم که ها خون نمیده. یک مدلش فلان ستاره سینماست، میخواد لباس او رو بپوشد. یکی نمیدانم مدلش فلان ورزشکار است، اگر هیچ نشد در کلایش نام او رو باید بنویسم. اینا لااقل میشناسه مایکل کیه، فلان ستاره سینما کیه، فلان ستاره ورزش کیه، فلان ستاره هنر کیه و امثال اینها بعد ادای او رو در میاد. ما که مدل ما پیغمبر است، از او چه شناخت داریم؟ از او چه شناخت داریم؟ وقتی کسی را نمیشناسیم، مدل برای ما نمیشه و از مدل پیروی نمیتوانیم و زندگی خود را بر اساس مدل زندگی او ساخته نمیتوانیم. درست است؟ وانگهی منظور اینها نیست، میخوام چیز دیگه امشب بگویم خدمت شما. خب گاهی صحبتم به سمتایی میره که در نظرم نبوده و منظورم هم نیست. منظورم اینجاست که بعد از پیغمبر اکرم، وقت پیغمبر از دنیا رحلت کرد، دوران خلفای راشدین به قول همه مسلمان ها هم سپری شد. بعد از این دوران میرسد حکومت بنی امیه و در امتداد آن بنی عباس زعامت سیاسی اسلامی را به دست میگیرد. در دوران بنی امیه معاویه ابن ابو سفیان، من اعتقادم این است، انحراف جدی در تاریخ اسلام توسط معاویه ابن ابو سفیان به وجود آمد و حکومت عملی چه در قیافه سفیانی چه در قیافه مروانی و حکومت بنی عباس، خلفای بعد از آن، سلاطین جور، حکومت های ظالم دیگر که در دنیا به نام اسلام، به نام مسلمان، به نام خلافت اسلامی، به عنوان السلطان ظل الله، به عنوان جمهوری اسلامی و امثال اونها در دنیا حکومت کرده و همه اینها از اساسات اسلام فاصله داشته و جز نکبت و بدبختی و بیچارگی برای مسلمین، هیچ آید حالی هم از اینها متوجه نشده، همه اینها به یک سرچشمه برمیگردد و اون سرچشمه سرچشمه است که معاویه ابن ابو سفیان همه کثافت ها و پلیدی ها را از وجودش پخش کرده و تاریخ اسلام را با یک اشتباه وحشتناک، با یک شبهه خطرناک، با یک ابهام، با یک
باید حالت بسیار پیچیده روبرو کرده و از همین سرچشمه پلید تا به امروز حکومت های فاسد و سیاست های ظالم در بین مسلمین مایه میگیرد و سیراب میشود و جان میگیرد و در بین مردم عمل میکند و مردم را هم به عنوان مردم مسلمان از خود راضی میکند. در زمان معاویه ابن ابو سفیان وضعیت بدگونه شد، دقت میکنید، وضعیت بدگونه شد که تمام اساسات اسلامی در محاق قرار گرفت. معاویه دقیقا میخواست ریشه اسلام را بکند، همان گونه که یک راویست روایت میکند، ظاهرا مغیره نام دارد اگر من حافظم کار کند، و این روایت در تاریخ طبری آمده که از مورخین برادران اهل سنت و جماعت ما هست. او روایت میکنه، میگه پدرم از طرفداران سرسخت معاویه ابن ابو سفیان بود، در شام بودیم، هر روز به دیدن معاویه میرفت، وقتی از نزد معاویه برمیگشت چنان تعریف و تمجید میکرد که تاریخ مثل معاویه ابن ابو سفیان شخص با تدبیر و با درایت و قوی و نمیدانم نمونه به خود ندیده. ولی یک روز از محضر معاویه برگشت در حالی که چهره در هم کشیده بود، وضعش کاملا منقلب، رنگش کاملا پریده و زیر لب متصل به معاویه و پدرش ابو سفیان فحش و ناسزا و لعن نثار میکنه. گفتم پدر، تو که از دوستان و مداحان معاویه بودی چطور این گونه تغییر کردی؟ گفت امروز رفتم نزد معاویه، در کنارش نشستم، گفتم خلیفت المسلمین، امیر المؤمنین، بنی اعمامت، پسر اموهایت بنی هاشم به قدر ضعیف شده که از ناحیه اونها هیچ خطر متوجهت نیست، هیچ خطر متوجهت از ناحیه بنی هاشم نیست، پس در مورد اونها صله رحم کن، نسبت به اونها رحم کن، بیشتر از این اونها را اذیت و آزار نکن، دستگیری کن که خدا تو را در دنیا و آخرت کمک خواهد کرد. میگه بعد معاویه یک آه عمیق کشید و دستش رو زیر صورتش گرفت و شروع کرد به صحبت کردن. گفت فلانی برادر تمیم، ابو بکر ظاهرا از بنی تمیم است، برادر تمیم کرد آنچه کرد، خلافت کرد، کار کرد، خدمت کرد، ولی وقتی که روزی که مرد دیدم نامش هم با او دفن شد. بعد از آن برادر عدی عمر آمد و بسیار خدمت کرد، کرد آنچه کرد، اما لحظه ای که سر به زیر خاک، سر به روی خاک گذاشت و از دنیا رفت، نامش هم با مرگ عمر مرد. برادر ما که عثمان رو میگه، چون عثمان از بنی امیه است، برادر ما بسیار کارهای برجسته کرد، بسیار خدمات شایان کرد، بسیار کار برای اسلام مسلمین کرد، وقت مرد نامش هم با خودش دفن شد. اما این هاشمی که اون پیغمبر بده، اما این هاشمی هر قدر زمان می گذرد روز پنج مرتبه نامش در مخزنه های مساجد برده می شود. من تا این نام رو دفن نکنم آرام نمی. مورخین برادران اهل سنت ما هم بدون هیچ گونه فرو گذاشت این قضایا را منعکس کردن. بنابراین معاویه به نام خلافت اسلامی میخواهد اسلام رو ریشه کن کنه،
میخواهد پیغمبر رو ریشکن کند، میخواهد دین رو ریشکن کند. اما با شمشیر این کار نمیشه، با جنگ این کار نمیشه، با لشکر ولو میلیون ها باشد این کار نمیشه. برای آنکه هر که با شمشیر به جنگ اسلام بیاید با تمام خشم مسلمین مواجه میشه و مسلمین صدایش رو میده، همان گونه که هیچ کسی نتوانست کاری بکند. قوی ترین امپراتوری ها در برابر چهار تا چوپان عرب در جنگ ها شکست خوردن و از بین رفتن. هیچ کس با زور نمیتواند جلوی قضیه رو بگیرد، هیچ کس. معاویه میخواهد فضا رو شبهنات کند. شما ببینید در همان مدت کوتاه فاصله از زمان حضرت پیغمبر تا زمانی که معاویه از دنیا میرود، سال 60 هجری است. در مدت کمتر از 60 سال فضا را به گونه ساخته که مردمی که از پیغمبر شنیده که گفته من کنت مولا فهازا علی المولا، همین مردم در قنوت نماز علی ابن ابی طالب رو لعنت میکنن به ایمان دشمن اسلام. شاگرد درجه یک مکتب اسلام رو به نام دشمن اسلام لعنت میکنند، معاویه دشمن اسلام رو تحسین میکنند و دعا میکنند و در متن‌سنایش شعر میگویند. فضا رو معاویه این گونه کرد. در زمان معاویه ابن ابی سفیان اصلا حق گم شده. اسلام آمده ردا و عبا و عمامه اش را به امویت سفیانی داده. مسلک امویت سفیانی آمده اسلام شده. اسلام اصیل محمدی مبلغین و شاگردان درجه اولش در قنوت نماز لعنت میشن. دقت میکنید اینجا مردم پیغمبر رو نمونه گرفتن، ولی پیغمبری که عبایش رو ابو سفیان پوشیده. مردم پیروی پیغمبرن، اما پیغمبری که دیگر جای او معاویه سخن میگوید. مردم پیروی اسلام است، اسلامی که دقیقاً در قیافه او امویت سفیانی خود رو در ذهن مردم مطرح کرده. دیگه تدریجاً معاویه میخواهد تیر خلاص رو بزند از اسلام، رسول الله، مفاهیم قرآنی و معارف الهی اسلامی در بین مردم چیزی باقی نماند. و اساساً تا هنوز که هنوز است مسلمین در دنیا ضربه هایی را میخورد که شمشیر آن توسط معاویه ابن ابو سفیان آخته شده و پیکر مسلمین قطعه قطعه و پاره پاره شده و خون جامعه اسلامی را پوشانده و جز رابطه خصومت و دشمنی بین مسلمین چیز دیگر در دنیا سراغ نمی شود. همین معاویه ابن ابو سفیان فضا را به گونه ساخته که نام از محمد است اما قیافه از ابو سفیان، نام از اسلام است اما حقیقت عملی، نام از قرآن است اما پیام معاویه ابن ابو سفیان. مهم این است که مردم دیگر ابو سفیان رو جای پیغمبر گرفته، معاویه رو جای علی گرفته، امویت رو جای اسلام گرفته، شیوه زندگی معاویه ای را جای مفاهیم و معارف قرآنی گرفته. به همین دلیل امام حسین در آخرین سالی که معاویه زنده است در مینا یک سیمینار بزرگ انجام داد و هزار نفر از
صحابه پیغمبر و تابعین صحابه را در اونجا جمع کرد، از علی دفاع کرد، از اسلام اصیل دفاع کرد، امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کرد و علما را به وظایفش آشنا ساخت. از همون نقطه حسین ابن علی حرکتش را شروع کرد. اگر معاویه هم نمی مرد، حسین کارش رو آغاز کرده بود. این نیست مسئله که فقط با رویارویی حسین و یزید مسئله کربلا و عاشورا پیش آمد. جنگ بین حسین و خط اموی در زمان معاویه ابن ابو سفیان به وجود آمد. مادر همه مفاسد معاویه هست. یزید میوه تلخ درخت معاویه هست. معاویه هست که همه بدبختی ها را متوجه کرده. امام حسین در شرایط قرار گرفته. ببینید این شرایط، دقت میکنید، این شرایط نه قبل از زمان امام حسین بوده نه بعد از زمان امام حسین است. شرایطی که اسلام به کلی با ماهیت مقلوب اموی برای مردم به خورد داده میشد. این وضعیت نه قبل از حسین است و نه بعد از حسین است. ظلم بوده، ستم بوده، بنی امیه بعد از یزید بوده، مروانی ها بوده، بنی عباس بوده، خلفای جور به نام خلفای اسلامی بوده، حکومت های ظالم و مستبد چه به نام شیعه چه به نام سنی در دنیا بوده که بر مردم ستم روا می داشته. اما خط گم نبوده. مردم وقتی به خود فشار می آوردن می دانستن و می فهمیدن که خط اصلی این است، منتها من می ترسم مصالح هم از دستم می رود، دیگران هم به همین گونه عمل می کند، خود رو گناهکار می دانن، اما اینقدر هست که می دانن حق کجاست و حقیقت کجاست. معاویه موفق شد حق رو کاملا کتمان کند و باطل رو در سیمای حق بیارد، مطرح بکند. بعد از معاویه فرق نمی کند یزید بیاید، عمر بیاید، بکر بیاید، هر که بیاید خط معاویه استمرار پیدا می کند و این خط هر قدر استمرار پیدا کند، خطیست که بیشتر از اسلام فاصله می گیرد، بیشتر معارف قرآنی نابود می شود و بیشتر اساسات دین این کارو کتمان می گردد و بیشتر حقایق قلب می شود و بیشتر مشکلات دامنگیر اسلام و جامعه اسلامی و تاریخ اسلامی می گردد. امام حسین در این شرایط قرار گرفتن. امام حسین می توانست فقط زندگی کند. درست است، حتی یزید دیگه امام حسین رو ساکت هم اجازه نمی دهد بماند. امام حسین الا و لابد باید بیعت کند. یزید این رو گرفته، درست است، حتی سکوت کردن برای امام حسین جا ندارد. تحلیل هاییست که بالاخره در نقطه رسید امام حسین که کرامت انسانیش لکدار می شود، بناهن به استقبال شهادت رفت. درست است، امام حسین در مرحله قرار گرفته که کرامتش هم لگد مال می شود. آدم همه چیز رو تا پای کرامتش تحمل می کند، ولی وقتی اینجا برسد دیگه مرد از ذلت برای آدم شرافتمندانه تر است. امام حسین نمی تواند ساکت بماند، یزید مجبوری به بیعتش کرده. امام حسین در مرحله قرار گرفته که کرامتش زیر پا می شود و کرامت انسانیش لگد مال می شود. او نباید هم به ذلت دهد. اما در کنار همه اینها یک چیز مهمتر از اینها هم وجود دارد و آن این که
امام حسین باید بین اسلام اصیل و عملیات سفیانی یک خط فاصل ترسیم کند که مردم بداند این عملیات است و این اسلام است. حال که پیرو اسلام می شود مسئله دیگر است، که پیرو عملیات می شود مسئله دیگر است. امام، پیغمبر، پیشوایان رسالتش این است که باید نقطه های ابهام را ابهام زدایی کند، بین حق و باطل خط فاصل ترسیم کند، وانگهی انتخابش با مردم است که از حق طرفداری می کند یا دنبال روی باطل می شود. امام، پیشوا، پیغمبر، زعیم، رهبر اگر خاصیت ترسیم خط فاصل بین حق و باطل، توضیح ابهام، نمیدانم تفسیر نقطه های شک آور این قدرت رو نداشته باشد، رسالتش دروغ است، امامتش دروغ است، رهبریش دروغ است، زعامتش دروغ است. امروز دنیای ما هرچی میخورد از زعمای ناصالح ضربه میخورد، اونهایی که در موقعیت زعامت مردم قرار میگیرند نه تنها خط فاصل بین حق و باطل ایجاد کردن میتوانند که وجود خودشون شبهه است، حرفشون شبهه است، عملشون شبهه است، هرچی اونها حرکت میکنند شبهه در بین مردم بیشتر پراکنده میشود، مردم رو دست هر درگمی قرار میدهد. همیشه مبهم سخن گفتن، مبهم عمل کردن، مبهم تحلیل کردن، مبهم توضیح کردن، اینها رهبر نیستن، اینها شیاطین هستن که فقط با وساوس خود مردم را از خط اصیل و درست منحرف می کند و مردم را دست هرگردانی و بدبختی و بیچارگی رها می کند. آیا مشکل امروز مردم در دنیا از دست زعما نیست؟ ما در افغانستان چه مشکل داریم؟ فقط مشکل زعامت، مشکل رهبری. هر کدر زعامت مطرح می شود با دنبالش پراکندگی اختلاف. چرا پراکندگی اختلاف؟ حقایق مشترک شده، هیچ حقی مطرح نمی شود، در حالی که رهبر و زعیم کسی است که بیاید راه رو به مردم نشان بده، پیغمبر راه زندگی درست رو به مردم نشان میده و به همین دلیل اسوه حسنه، مدل برتر و نمونه بهتر و مدل که به او با اطمینان آدم اقتدا کند قرار میگیرد. اما معاویه ابن ابو سفیان آمده رهبر شده، آمده زعیم شده، مانند زعمای معاصر ما جو رو مخشوش کرده، فضا رو آمده کرده، حق رو گم کرده، مردم سرگردان است، باطل رو جای حق میگیرد، بر ضد حق اقدام میکند، در حالی که به قول علی ابن ابی طالب درباره خوارج یک جمله داره، علی میگه اینها مردمی هستند که حق رو میخواستند ولی به آن دست نیافتند. اما اینجا معاویه همه مردم را به نام اسلام خواهی و اسلام طلبی در برابر اصالت اسلام و حقیقت اسلام عیار کرده، مردم یا الله میگوید و دین خدا رو خراب میکند، اولیاء خدا را برای ثواب میکشد، با میراث اسلامی به این نام ثواب برخورد میکند. مشکل زمانی است که آدم به خاطر رضای خدا گناه کند چون نمیداند که این گناه گناه است. مردم آمده حسین رو میکشند و از خدا هم تقاضای ثواب در کشتن امام حسین دارند. فضا را معاویه ابن ابو سفیان
این گونه درست کرده. ولی امام حسین از همو حرکتی که از مینا انجام داد در سال 60 هجری است یا در سال 59 هجری است و حرکت رو انجام داد، مردم رو گفت آنچه میگویم یادداشت کنید و هر کجا رفتید برای مردم برسانید. امام حسین خطوط حرکتیش را اونجا روشن ابیین کرده. اگر معاویه هم میماند یا حسین آرام و خاموش نمی نشست. در سال 61 هجری یه معاویه مرد، یزید روی کار آمد. یزید به اندازه معاویه تدبیر نداشت تا با تأنی حرکت کند، با خشونت حرکت کرد و زمینه را به گونه پیش آورد که در سال 61 هجری حادثه کربلا و عاشورا اتفاق افتاد. قبل از آن که امام حسین به شهادت برساند، در کنگره مینا، بعد از آن در مدینه، بعد از آن وقتی از مدینه به مکه آمد، در مکه، از مکه وقتی جانب کوفه حرکت می کند تا رسیدن به کربلا، در هر منزل وقتی در کربلا می آید، شب و روز در کربلا روی قضیه مانور تبلیغاتی داده، قضایا رو توضیح داده. این شب من در این رابطه چیزی نمیگویم، امیدوارم در عاشورا شنیده باشید یا خود شما بروید روی گفته های امام حسین تکیه کنید. آدم از مجموع اینها یک چیز رو به دست می آورد و آنیم که امام حسین میخواست همین جو یخبندان شبه را بشکند، یخ معاویه‌ای آب شود، از زیر این یخبندان مردم بداند حق کدام است و باطل کدام. تا همینجا وظیفه حسین است، از این به بعد وظیفه مردم است، وظیفه ماست، وظیفه اونهایی که اون زمان بودن، تا پیرو حق می شود یا پیرو باطل می شود. امام حسین همین کار رو کرد. در همین زیارتنامه اربعین که امام صادق این زیارتنامه را به یادگار گذاشته، در زیارتنامه اربعین شما می خوانید که امام صادق این سلامنامه را انشا کرده و تا به امروز خوانده می شود. و بدل مهجته فیک، اول سلام به امام حسین میده، بعد اللهم با خدا راز و نیاز شروع میشه درباره امام حسین. خدایا این حسین در راه تو خونش رو بخشید. و بدل مهجته فیک، چرا؟ لیستنقذ عبادك من الجهاله و حیرت الضلاله، تا اینکه مردم را از جهالت، معاویه یک جهالت را حاکم کرده، جهالت نسبت به حق، تا مردم را از جهالت نجات بدن و از سرگردانی گمراهی. گمراهی چیست؟ گمراهی همان است که تو ندانی حق کدام است، چی کار بکنم که به حق برسم. این رو گمراهی میگه. گمراهی یک سرگردانی است. امام صادق میگه خدایا حسین خونش را برای این در راه تو بخشید که بندگان تو را از جهالت و از سرگردانی گمراهی نجات بده. و جا هدفی که در جای دیگر همین زیارتنامه می آید، و جا هدفی که حتی سفک دمه و استبیح حرمه، تا جایی که خونش ریخ و حرمت اهل و عیال و فامیلش هم شکست. همه اینها برای این بود که مردم را از جهالت و از سرگردانی ضلالت و گمراهی نجات بده. امام حسین همه کارش را برای همین منظور انجام داد. و بعد میبینیم که بعد از عاشورا
ولو ضعیف حق قابل شناختن است. بعد از امام حسین راه گم نیست اما میشه مردم گمراه شود. بعد از امام حسین راه رسول الله، راه قرآن، راه حق و راه رسالت روشنه. این مردم است که حق رو انتخاب میکند یا دنباله روی باطل میشود. و اینجاست که امام حسین ولکم فی اسوه، میگه من برای شما نمونم. خدا میفرماید و فیکم رسول الله فیکم اسوه حسنه، پیغمبر برای شما نمونه است. حال این نمونه آمده در شبهه قرار گرفته. معاویه کاری کرده که مردم سرگردان است. سیمای پیغمبر کدام است؟ راه پیغمبر کدام است؟ مشرب پیغمبر کدام است؟ آمده این سنت این گونه مشبوه شده، پرده انداخته شده، مردم از اصالت آن فاصله گرفته و دست مردم به اصالت نمی رسد. اینجاست که امام حسین میگه ولکم فی اسوه، بعد از این من برای شما نمونم. یعنی چی؟ یعنی من همون نمونه هستم که شما را ولکم فی رسول الله اسوه حسنه می رسانم. هر کس میخواد پیغمبر رو درک کند بیاید از راه حسین برود. هر کس میخواد حق رو ببیند با چشم حسین ببیند. هر کس میخواد باطل رو ترک کند با شیوه حسین باید عمل بکند. هیچگاه حسین از ما نخواسته که خود رو به کشتن بدیم و همه ما مرگ رو مانند او قبول بکنیم. حسین از ما این رو خواسته که حق مشتبه شده بود، من این حق رو روشن کردم، بناهن برای رسیدن به حق و اصابه به حق راه راهیست که من در کربلا کشودم. عملیت اسلامی نیست، سفیانی ها عملی اسلامی نیست و اینهایی که به این عناوین می آید به نام اسلام بر مردم حکومت می کند، اینها حکام ظالم و عمرای جورن. من نمونم. دروازه پیغمبر، دروازه حق، دروازه اصالت را من از کربلا باز کردم. اینجاست که باید از کربلا آدم نقب بزند، خود رو به پیغمبر برساند. شیوه نمیدانم ابو سفیانی نه، معاویه نه، عملی نه، عباسی نه، این نه، آن نه، شیوه حسینی که ما را به پیغمبر برساند. بنابراین آنچه بر اسلام رفته است ستمیست که از دست معاویه ابن ابو سفیان و بعد ستمگران جوری که همه به گونه میراثدار راه معاویه ابن ابو سفیان بوده بر مردم رفته است. و بنابراین حسین تنها مدلیست که میشه از آن خود رو به پیغمبر برساند. بقیه ائمه در وضعیت امام حسین قرار نداشته. بنابراین همه تأیید و تأکید کرده اند که باید حسین رو یاد کنید. حسین رو یاد کنید یعنی حسین رو بشناسید، یعنی رای حسین رو بشناسید. حسین اشک چشم مردم برایش محترم است. منظور این که اینها حسین رو بشناسد و برایش عشق بریزد. و الا در کربلا عمر سعدم گریه کرده، همه اصحاب کوفه و شام گریه کرده، یزید هم شاید گریه کرده باشد، چون صحنه ها گاهی چنان دلخراش می شد که دشمن هم اشکش بر مظلومیت اونها می ریخت. اما این اشک ها ارزش ندارد. اشک ارزش دارد که او عشق از خوف خدا نه از عشق به خدا بریزد. عشق ارزش دارد که وقت پیغمبر رو بشناسی عشق در وجودت غریان کند. عشق ارزش دارد که علی و دلسوزی هایش را بدانی و عشقت غریان کند.
عشق ارزش دارد که حسین رو بشناسی و رنج او را برای تبیین حق و حقیقت درک کنی، وانگهی عشقت به حسین و دل سوختت و مظلومیت عیال امام حسین عشق رو در حدقه چشمانت جاری کند. پس بیایید به قولی او شاعر کیه سپهر سپهریست یا کسی دیگه است، چشم ها رو باید شست، ما باید چشم های خود را بشوییم، از حسین یک تحمیل دار بنا نسازیم، بیاییم حسین را در نقش مشکل کشایی، در نقش تبیین حق و حقیقت بشناسیم و درک کنیم و دنبال روی آن باشیم و خود را به حسین برسانیم. هر کس در این کاروان باشد اهل سعادت است، هر کس در این کاروان خود را رسانده نتواند، ممکن است مشکل است سعادت را به دست آورده بتواند. ما باید خود را به این کاروان برسانیم. ببینید کاروان امام حسین کاروانی است که برای نجات انسانیت تلاش دارد، ما باید برای انسانیت فکر کنیم. کاروان امام حسین برای تبیین حقیقت است، ما باید برای شناخت حق و حقیقت تلاش کنیم. کاروان حسین برای معرفی باطل است، ما باید چهره باطل رو بشناسیم و افشا کنیم. اگر ما این کارها را نمی کنیم بین ما و حسین فاصله است، کوها بین ما فاصله است، بین ما و هیچ رابطه نیست. بنابراین ما نمی توانیم از آنچه که یک دوست امام حسین انتظار داشته باشد و اون دست پیدا کنیم و شفاعت اونها نصیب ما شود. شفعه، ببینید زمین در کنار زمین باید باشد تا حق شفعه پیدا کند، خانه در کنار خانه باشد تا حق شفعه پیدا کند. تو باید رنگ حسینی داشته باشی، در کاروان اهل بیت باید باشی تا حق شفعه و شفاعت و پیشگاه خدا پیدا بکنی. وقتی در اون کاروان بودی، همسایه بودی، مجاور بودی، اونگاه این حق رو پیدا می کنی چه تو بخواهی چه نخواهی. اگر هم در کنار اونها نباشی، هر قدر فریاد اشفعلنا عند الله بزنی، این شفاعت نصیبت نمی شود، برای آنکه تو اصلا در او جا نیستی، در او فضا نیستی، در او جغرافیا نیستی، در او پلان نیستی، در او نقشه نیستی. وقت نیستی نیستی. آدم در جایی که نیست از او فضا و او جا و هم بهره برداری کرده نمی تواند. بیایید فاصله بین خود و امام حسین رو پر کنید. فاصله بین ما و حسین، فاصله بین ما و علی، فاصله بین ما و پیغمبر، فاصله بین ما و خدا با پر شدن فاصله بین ما و بندگان مظلوم مستحق خدا پر خواهد شد. دروازه خالق از بین خلق می‌گذرد، راه خانه پیغمبر از بین امت می‌گذرد، راه خانه امام از بین مردم و مأمومینش می‌گذرد. مایی که با خلق خدا، با امت پیغمبرش، با پیروان امامش بی‌رابطه‌ایم، باید بپذیریم که در همه سطور دست ما خالی است. دست ما خالی است. با دست خالی آدم به هیچ کجا رسیده نمی‌تواند. به هیچ کجا. امیدوارم عرضی را که میخواستم خدمت شما تقدیم کنم به همین اندازه توانسته باشم منتقل کنم، وانگه هم ارزش عاشورا روشن میشود، هم ارزش اربعین امام حسین. چون در عاشورا امام شهید میشه
در اربعین پیروز. امامی که در کربلا کشته شده، عیالش به اسارت رفته، از نظر همه شکست خورده است. وقتی اربعین نباشد، وقتی پای اربعین مطرح میشه، ببینید روزها به خودی خود اعتبار ندارد. روز عید فطر مانند بقیه روز هاست. اگر تو با توسط رمضان به فطر نرسیده باشی، وقتی رمضان تو را به فطر و به فطرتت رسانده باشد، او روز ارزش پیدا میکنه. روز اربعین روز است مانند بقیه روز ها، زمان اعتبار پیدا میکنه که ما اینجا بشینیم ارزیابی کنیم که در دهم محرم یک آدم با ادعای امر به معروف و نهی از منکر در کربلا شهید شد، عیالش به اسارت رفت، آیا قضیه تمام شد؟ بعد در اربعین میبینید که نه. در بعض روایت ها هست که عیال امام حسین چهاردهم است، ظاهراً از کوفه حرکت میکنند، اول سفر در شام میرسند، هشتم سفر از شام بر میگرده، اینا هشت روز بیشتر در شام نمانده. در بعض روایت ها دکترانی ترست. به هر صورت، اما این که وضعیت کوفه دگرگون شد، وضعیت شام دگرگون شد، همه مردم فهمیدن که یزید در باطل است، حسین مظلوم کشته شده، راه پیغمبر این نیست که یزید و معاویه پدرش و جدش ابو سفیان میرفته. اینجا این ارزیابی به دست آدم میآید که حسین پیروز است، شهید پیروز، راه حق روشن شد و در اربعین معلوم می شود که ما اگر دنبال رد پیغمبر باشیم باید به حسین اقتدا کنیم. اینجاست که اربعین ارزش پیدا و الا گیرم نمیدانم جابر در روز اربعین به زیارت امام حسین آمده باشد. خیلی زوارا به زیارت امام حسین میآیند، هیچ ارزشی برای همه مردم ایجاد نمیکنه، برای خود او ارزش هست. گیرم عیال امام حسینم در روز اربعین اینجا رسیده باشد که بسیار بعید است و اغلب معتقد است در روز اربعین عیال امام حسین نرسیدند، اما بعضی هم معتقد است که در اربعین رسیده، روایت اختلاف دارند. عیال امام حسین هم رسیده باشد، اینا در یک روز مشخص روی مزار پیغمبر هم رسیده، روی قبر علی هم رسیده. آن روز را که اهل بیت روی مزار آمدند، کس روز استثنایی حساب نمی کند. اربعین به این دلیل معتبر است که با فرا رسیدن اربعین حسین افشای ماهیت اموی و اصالت حرکت حسین و ایجاد خط فاصل بین حق و باطل تا این روز روشن و علنی شد و اربعین بیشتر روز یادگار پیروزی حسین بر یزید و روزی است که بین حق و باطل خط روشن و فاصل ترسیم شده و از آن روز به بعد هر که میخواهد به سوی پیغمبر برود باید با چراغ حسینی حرکت کند. و من امیدوارم که ما عاشورا و اربعین را آنگونه که شایسته است تجلیل نماییم و انشاءالله از رهروان راه حسین ابن علی باشیم. نمیدانم، خب خستگی بود، هرچی بود، صدایم کاملا با من نامهربان شده و دیگر همکاری نمی کنه، روزه خوانده نمی توانم، فقط همین اندازه اشاره می کنم که وقت زینب به سوی شام آمد و وارد شام شد، همه بازار شام تزیین شده بود، در شام جشن بود، همه اینها رو طعنه خارجی میدادند. اگر هشت روز مانده باشد در شام یا هشتاد روز فرق نمی کند.
وقت زینب از شام حرکت میکنند، همه شام سیاه پوشند، قصر یزید سیاه پوشند، همه مردم شام لباس سیاه پوشیدند. وقت آمدن زینب همه خنده میکردند و شعر میخواندند، وقت رفتن زینب گردنها کجند. دختر علی خدا حافظ، یادگار زهرا خدا حافظ، وارث میراث حسین خدا حافظ. دختر پیغمبر ما را ببخش جسارت کردیم، زینب ما را ببخش ما بد کردیم، زینب بر ما رحم کن، ما مردم فریب خورده بودیم. شما ببینید در این مدت کوتاه تفاوت راه از کجاست تا به کجا. وقتی زینب از شام حرکت میکنند برای آنکه همیشه شامیان به یاد حسین، به یاد کربلا، به یاد عاشورا، به یاد زینب، به یاد امام زین العابدین باشد، به سوی مردم شام رو می کند. مردم شام، ما رفتیم از اینجا، هر چه کردید شما می دانید و خدایتان، اما مردم شام اگر به ما احترام دارید، بعد از این که ما رفتیم دختر حسین رقیه رو در خرابه تنها نگذارید. لا حول ولا قوت الا بالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين يا الله. پروردگارا وحدت و یگانگی نصیب مسلمانان جهان بفرما. نفاق ریشه کن گردان، نفاق انگیزان هدایت فرما، در صورت فقدان لیاقت نابود گردان، مسلمین از شرارتشان در امانت نگهدار. الهی ما را با حقیقت الهیت آشنا فرما، الهی ما را با حقیقت شریعت آشنا فرما، ما را با اصالت قرآن آشنا فرما، ما را با حقیقت محمدی آشنا فرما، الهی ما را با حقیقت اهل بیت و با حقیقت حسین ابن علی آشنا فرما. خدایا گناهان ما را بریز، الهی آبروی ما را مریز، الهی ما را برای نیک هدایت فرما، الهی نوامیس ما را از خطرات حفظ فرما. پروردگارا فرزندان ما و پارهای تن ما را هدایت فرما، دست شیاطین و راز اونها دور گردان. خدایا ما را از شرور نفوس ما حفظ فرما، ما را از شرور شهوات ما حفظ فرما، ما را از شرور شیاطین محافظت فرما. الهی ما را در ولایت الهیت قرار ده، الهی ما را در حصار قرآن قرار ده، الهی ما را در ولایت محمد و آل محمد قرار ده، الهی ما را در ولایت ولیت صاحب الزمان قرار ده. خدایا تعجیل در ظهور آن حضرت بفرما، ما را زیاوران آن حضرت قرار ده. پروردگارا برادران خواهرانی که در شبها و روزهای عاشورا و نمیدانم اربعین و چهل هشتم و یاد اولیای تو خدمات انجام دادند و میدهند، از همه قبول فرما، مورد نظر پیشوایان بزرگوار ما قرار دهید. و آخر دعوانا الحمد لله.